همه بینندگان سخنرانی دونالد ترامپ حتما دیدن که توضیح میداد که برجامو دارن ازش خارج میشن و خب دقیقا خیلی سخت بود که تمرکز کنیم روی صحبتهای دونالد ترامپ، به خاطر اینکه معلوم بود داشت انگشتای کوچولو دستای بزرگ مثل تیرکس از این دینوسور هست، دستشو خیلی کوچیکه، خودشو خیلی بزرگه. بعد معلوم بود که لغت های خیلی قلمبه سلمبه بود توی این سخنرانیش و داشت میخوند و با سختی داشت سر میکرد. مثلا رو فکر کنم یه خورده زیاد خصوصی نکنه در قضیه. خب ولی سخت بود دیگه و به خصوص با اون تمرکز، آره با اون رنگ پوستی نارنجی اشکال نداره. من این خواسته میگم که این را خواستم بگم که یه خورده جدیتر عکس العمل دولت های اروپایی خیلی جالب بود. نه ولی جدا از اون، از اون بر این اون پالونپای از یه بر دیگه هم خود مثلا مجلس جمهوری اسلامی، حالا مثلا اینا در جواب چی میکنن، مثلا شروع میکنن آتیش زدن پرچمه، نمیتونن مثلا آتی زدن پرچم آمریکا. پولیتی که کار نمیتونه روشن کنه، یه سری آدم های چیز قاتل گذاشتن توی مجلس جمهوری اسلامی، تمام عکس العملشون این بود که مثلا این کارو بکنه. بعد تازه اینقدر همه چیز آتیش زدن ولی هنوز نمیتونن مثلا یه پرچم کاغذی رو آتیش بزنن. واقعا مسخره، یعنی وقتی آدم فکر میکنه دنیا دست اینجور آدم هاست واقعا نمیدونه چی بگه. توی مجلس مملکت این کار میکنن. ولی اینو خواستم بگم، عکس العمل کشورهای اروپایی و نماینده های دولت های اروپایی و اینکه خود مسئول نماینده وزارت خارجه اروپا کاملا روشن بود که اینا ناراحتن از این قضیه، به خاطر اینکه میبینن که تمام سرمایه گذاری هایی که کردن، روابط اقتصادی که دارن، یک لحظه در عرض دو سه ماه بعد همه اینا رو قرارداد رو ببندن و خیلی ناراحتن، میگن نه نه ما اصلا دنبال آمریکا نمیخوایم بریم. حالا هر روز دنبال آمریکا میرن ولی این دفعه دیدن که نه، به خاطر منافعشون خیلی در خطره و در واقع زیر پا گذاشته میشه و این خاطر که دارن مخالفت میکنن، به خاطر اینکه این برجام بهترین برنامه بود برای اینا، به خاطر اینکه با یه حکومت قاتل کشتار مردم ایران هستن، رابطه خیلی خوبی دارن، برام سرمایه‌گذاریش دارن میکنن. آمریکا به عنوان رقیب اصلیشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. دقیقاً هم به همین علتی که آمریکا گرفت برجامو پاره کرد، خاطر گفت اینا با این نیروی نظامی عظیمی که اینجا دارن چون به نفع و سرمایه‌گذاری و سوداوری برام نداره، به این خاطر گفت رقبای خودشو که اونجا دارن سرمایه‌گذاری میکنن و بهره برداری میکنن از این وضعیت رو گفت عرض دو سه ماه بردارن و این بهانه در واقع رقابت بین دولت‌های اروپایی و منافع دولت آمریکاست و در این حال نشون میده که براشون زیاد مهم نیست این وسط چی بالای سر مردم بیاد. و خب واقعا دقیقا هم میشه دید که دارن قلدری خودشون نشون میدن، هر کی تهدید میکنه از این ور دولت آمریکا، جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل، نمیدونم روسیه، اسد، اینا همه دارن یه قلدر بازی در میارن. در این وسط مردم همه این کشوران که اصلا منافعی تو این رابطه ندارن و یه واقعیت اینه که خب یه سری آدم اومدن دارن خوشحالی میکنن از این که دونالد ترامپ این کار کرده، از اون برم یه سری هستن که دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. و واقعیتش اینه که هر دو طرف، همه طرفین این جنگ و دعوا همشون واقعا ارتجاعیان و مردمن اینجا که واقعا فقط نیروی انسان دوست و نیروی هن که میتونن یک نتیجه مثبتی به این وضعیت دقیقاً بیارن. شما نگاه کن آمریکا هر جا که رفته توی خواب، نگاه کن چه برای سر سوریه رو نگاه کنین، چه وضعیتی اتفاق افتاد، عراق رو نگاه کنین، تمام کشور رو نگاه میکنین میبینین که زندگی مردم رو کاملا از بین بردن. از اون طرف جمهوری اسلامی چه بلایی سر مردم ایران آورده، تو کشورهای مختلف چطوری داره با رشد جنایت تروریستی چی کار داره میکنه و در واقع یه بخش از این بدبختی مردم هست. از اون دولت اسرائیل این وسط، مردم اسرائیل، مردم ایران، مردم سوریه، مردم عراق که و افغانستان و کشورهای دیگه که دارن بدبخت و آواره میشن، نتیجه تحریم اقتصادیش رو حتما مردم ایران میبینن، نتیجه جنگش رو الان میبینیم، توی دارن موشک دارن میزنن به اسرائیل، از اون اسرائیل داره موشک میزنه به اونور، مردم اسرائیل این وسط که دارن مورد حمله موشکی قرار میگیرن.
اینا همش هیچ کدوم واقعا منافع مردم خاورمیانه به نفع براشون مهم نیست و حاضرن همه زندگی مردم رو با خاک یکسان کنن از همه طرفشون تا اینکه منافع خودشون رو حفظ کنن. و اینجاست که اون مردم همبسته و فرای این در واقع قلدر بازی های این دول مختلف آمریکا، اروپا، اسرائیل، سوریه، ایران، روسیه همشون و بتونن رابط همبستگی رو با هم به وجود بیارن. این تنها نیرویی که میتونه جلوی این رو بگیره. مردم آمریکا باید مخالفت کنن با این وضعیت، مردم اروپا باید مخالفت کنن با این وضعیت و این نشون میدن که حاضر نیستن دست به دست توی این قضیه بزنن و بخوان یارگیری بکنن. با یه چیزی که هست در سخنرانی دونالد ترامپ گفت که ایران مرکز تروریسم دولتی در جهان. خب این یه واقعیته، ولی خود دولت آمریکا هم یک مرکز تروریسم دولتی در سطح جهان و واقعا هر دوتاشون به هیچ وجه نباید ازشون دفاع کرد. اصلا جنگ اونا جنگی که فقط واقعا زندگی آدم ها رو سیاه میکنه و خب یه نگرانی واقعا تحریم های اقتصادیه و تأثیرات منفی که میتونه روی زندگی مردم بذاره. مشخصه که حتی در موقع برجام ما دیدیم که وضعیت اقتصادی خیلی وخیم بود برای مردم ایران. اعتراضاتی که آخر دسامبر در دسامبر سال گذشته صورت گرفت خب نتیجه همین وضعیت واقعا بنبست اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، ولی در این حال میشه دید که این نگرانی هست که بدتر و بدتر بشه. دقیقاً نه برجام به نفع مردم بود علاوه اقتصادی، دقیقاً نه این تحریم هم نشون میده که کاملا امکان داره بر علیه مردم ایران باشه و نتیجهش اینه که مردم زجر میبینن. به همین خاطر به این بازی رقابت اقتصادی و جنگی توی خاورمیانه باید پایان داده بشه. نه آمریکا کمک میتونه بکنه، نه جمهوری اسلامی، دقیقا. نه جزء مشکل، نه جزء هیچ کدومش نمیتونه کمک بکنه. یک واقعا نتیجه مثبت.